همزمان حرفهای رهبر ایران در دیدار با خانواده قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران واکنش‌های گسترده‌ای داشته. در این صحبت‌ها آیت الله علی خامنه‌ای به جلسه ای اشاره می‌کنه که با گروه کوچکی از فرماندهان ارشد سپاه داشته و می‌گوید که در اون جلسه خدا از زبان او حرف می‌زده. بعضی کاربران شبکه‌های اجتماعی این سخنان او را نشانه توهم پیامبری خواندند. مرزاد کهن روز گزارش می‌ده. ما بار امانت سنگینی رو بر دوش گرفتیم. خدای متعال این بار امانت رو بر دوش ما گذاشت. حدود یک دهه پیش وقتی رهبر ایران با نماینده های مجلس آن روزها دیدار می کرد، اتفاق جالبی افتاد. یکی از نمایندگان از آیت الله خامنه ای تعریف و تمجید می کند و این پاسخ او: مقتدرانه امینانه. این مطالب واقعا من را شرمنده می کند. اینجور بیانات هم به ضرر من است، هم به ضرر خود گوینده. نبایستی این بیانات به این شکل بیان شود. تعبیراتی نیست که انسان را خوش بیاید یا کمکی به کار پیشرفت انسان بکند. ما همگی بندگان خدا هستیم. آیت الله علی خامنه ای 34 سال است. شخص اول نظام است. حرف اول و آخر در سیاست داخلی و خارجی. شخصیتی محوری که در طول زمان تغییراتی بسیار کرده. فرد ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که این خرداد ماه 1368 در مجلس خبرگان سال درگذشته آیت الله خمینی اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای. روز برگزیدن آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، روز سرنوشت ساز برای شخص او، برای ایران، برای ایرانیان و برای منطقه. من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد؟ اجازه بفرمایید. در گذشته بنیانگذار جمهوری اسلامی، روزهای پس از جنگ ایران و عراق و نگرانی از خلأ قدرت، علی خامنه ای را به سوی پرقدرت ترین سمت در بالاترین مقام نظام جمهوری اسلامی پرتاب کرد. او که حالا رهبر ایران است، فرمانده کل قوا، در ساختار سیاسی ایران قدرتی روزافزون پیدا کرده. این قدرت به خصوص در دهه اخیر به شکل چشمگیری در منطقه هم افزایش یافت. به کمک چهره ای پرنفوذ، دست راست او قاسم سلیمانی، استراتژیست منطقه‌ای جمهوری اسلامی، به اعتقاد بسیاری مرد شماره دو نظام، کشته شدن او رهبر ایران را داغدار کرد. روابط آنقدر نزدیک، آنقدر مهم و آنقدر معنادار که آقای خامنه‌ای در چهارمین سالگرد کشته شدن آقای سلیمانی به زبان به گفته برخی وحی روی آورد. 20 سال پیش، شاید 23-24 سال پیش، تو این حیات با بچه های سپاه، فرماندهان سپاه حدود شاید 20 نفر بودن، نماز خوندیم. بعد من نشستم رو پله، یه صحبت گرم و گیرایی کردم. قبلا هم فکرشو نکرده بودم. خدای متعال همینطور حرف میزد، در واقع زبان من بود، حرف خدا بود. خیلی جلسه عجیبی بود، خیلی تأثیراتی گذاشت. دستگاه حاکمیتی جمهوری اسلامی روز به روز بسته تر می شود. حلقه تصمیم گیران تنگ تر. قدرت روزافزون اطرافیان را به این باور رسانده که رهبر ایران جایگاهی دارد بی بدیل. این دیدگاه نیاز به گفتمانسازی هم دارد. دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه. این محمد سعیدی است، تولیت حرم خواهر امام هشام شیعیان. گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا، یعنی مقام آزار رهبری، وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی. گفت تا این کلام رو شنیدم قابله گفت علی نگهدارت باشه. الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک. پایگاه حاکمیتی نظام در بدنه هواداران انقلاب اسلامی، سنگر جمهوری اسلامی، رو به کاهش است.
جامعه یک چیز می‌خواهد، نظام چیز دیگر می‌گوید. سیستم حاکم برای حفظ پایگاه گفتمانی می‌خواهد صریح‌تر و در دیدگاه هواداران محکم‌تر و قراتر. گفتمانی که روز به روز از بدنه لیبرال جامعه ایران دورتر می‌شود. شکاف جدی است. و تحنن علی محمد و آل محمد. مرصاد کوهنروز، بی بی سی. برای بحث در این مورد دو مهمان داریم. داریوش محمدپور پژوهشگر علوم سیاسی اینجا در استودیو با ما هست و همینطور داریوش سجادی تحلیلگر سیاسی از آریزونا به ما پیوسته. های محمدپور با شما شروع بکنیم. او میگه که زبان من بود و حرف خدا. از این سخنان از زبان رهبر یک کشور بالاخره برای بسیاری این شبهه رو ایجاد کرده که او آیا توهم پیامبری داره؟ به گمان من تمرکز نباید روی این باشه که چه کلماتی و چه جملاتی در این مورد خاص آقای خامنه‌ای گفته. تمرکز باید بر این باشه که تصور جامعه از این حرفا چیست و چرا چنین واکنشی به وجود میاد. به خاطر اینکه خیلی راحت میشه گفت این لغزش زبانی بوده، یه چیزی ایشون می‌خواسته بگه، یه چیز دیگه از دهانش در اومده. مضاف بر اینکه این حرفی که آقا یه کسی بیاد بگه آقا من یه حرفایی داشتم می‌زدم که انگار خودم نمی‌گفتم. خیلی آدم‌ها این حرفا رو می‌زنن. ممکنه مادر بزرگ، پدر بزرگ من و شما چیزایی بگه که آقا انگار مثلا یه کس دیگه ای داشت حرف میزد به جای من. این مسئله نیست. مسئله اینه که مردم دارن واکنش نشون میدن به شیوه سه دهه زمامداری آقای خامنه‌ای. مردم یاد یه چیز دیگری میافتن. ولی نفس این حرف که چیز عجیب غریبی نیست. اگه اینجوری بخوایم نگاه کنیم که مردمی که رو کره زمین زندگی میکنن، خیلی از مسلمان‌ها صبح تا شب میگن لا اله الا الله، ولی در زندگیشون مشرکن در عمل. این آدم نمیبینه آقای خامنه‌ای یه حرفی زده از دهانش در رفته، حالا هر جوری گفته و ممکنه هم ایرادی هم بهش وارد نباشه، ولی آقای خامنه‌ای که در این یه جمله خلاصه نمیشه. این یه جمله که در برابر کل تاریخ جمهوری اسلامی چیزی حساب نمیشه. که آقای خامنه‌ای توحید رو می‌خواست تعطیل کنه، حج رو تعطیل می‌کرد، میگفت در کنار ولایت فقیه همه اینا رو میشه گذاشت کنار. بعد یه جمله‌ای که آقای خامنه‌ای گذاشته اینقدر اینجوری گفته با این فضا که توی کانتکست خاصی گفته، باید اینقدر ابزار جنجال بشه. واکنش به حرف آقای خامنه‌ای نیست. واکنش به اینه که آقای خامنه‌ای همون کسیه که روز 23 تیر 78 اون حرفا رو درباره مردم زد. آقای خامنه‌ای همون کسیه که در خطبه 29 خرداد 88 به مردم میگه هر کی بیاد بیرون خونش گردن خودشه. آقای خامنه‌ای دفعه اول نیست که کارایی میکنه. اونی که باید محل تمرکز ما باشه اون شیوه زمامداری است که منجر به خودکامگی میشه. و حالا کی در این روزگار میاد بگه که در جلوی چشم مردم بگه آقا من خدام، من پیغمبرم، به من وحی میشه؟ معلوم این حرف رو نمیخواسته بزنه، ولی شیوه زمامداری ایشون اینه داره میگه. ما برای اینی که من دارم میگم تمرکز روی این جمله چیز بیخودیه. نیازی نداریم مثلا ما برای اینکه بسنجیم زمامداری آقای خامنه‌ای رو بگیم آقا ایشون یه جمله‌ای گفته که حالا انگار خدا از دهان من حرف میزد، یا اصلا خدا از دهان من حرف میزد. آقا مگه مولوی این حرفا رو نزده؟ مگه نگفتن که نمیدونم جمله آوازها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود؟ خب وقتی به زنبور وحی میشه آقای خامنه‌ای وحی نشه. این مشکل نیست، مشکل شیوه زمامداری است که ایشون بعد 30 سال یه نظامی درست کرده که سر تا پا خودکام است، شده یک صدا، شده یک دست، شده به قول خودشون نظام خالصه که جز صدای خودشون کسی دیگر نمیشنوند. اشکال اینجاست، مشکل از همون جایی ولی به وجود میاد. یعنی اون کسایی که منتقد هستن نگاهشون این هست که شاید همین تصور بر این که خدا بر زبان من مسائلی رو جاری میکنه منجر به اون آخه محمد رضا پهلوی هم این حرفو میزنه. اجازه بدید صحبت آقای سجادی رو هم بشنویم. آقای سجادی پاسخ. بله، من سلام عرض ادب دارم خدمتتون. قبل از هر چیز یه واقعیتی رو که نمیشه گفتمان کرد، اونم اینه که آقای خامنه‌ای از نظر هم مخالفین و هم طرفدارانش در سخنوری و کلامت و خطابت فرد حاذقی هستند. و به نوعی من بخوام با مقدمه فرمایشات مهمان نخستتون همدلی کنم که حالا اینو حتی اکثر میشه دو روزایی فلتات لسان در واقع قلمداد کرد. خصوصا این که شما در نظر داشته باشید جامعه سیاسی ایران به شدت کنتراست و دو قطبی شده، طوری که یک طرف میگن هر چه آن خسرو کند شیرین بود، در این که طرف مقابل هر آنچه از طرف حکومت ساته میشه سیاه و پلش تلقی میکنن.
اما در مجموع میخوام بگم که این فلتات لسانم اگر بپذیریم به نوعی منجر به این شد که در بخش هایی که در جامعه مخالف هم جمهوری اسلامی و هم آیت الله خامنه ایان نوعی تلقی مگالومنیایی که مسبوق به سابقه است در ایران. شما دقت کنید همین آقای ممرضا پهلوی هم که آقای محمد پور که شما کلام اشاره داشت میکرد تو ماموریت برای وطنم همین مگالومنیا رو به نوعی داشتن و خودشون رو نظر کرده و خود برگزیده بین از جانب علی ابن ابی طالب یا در آغوش ابوالفضل عباس میدونستن. اما مهم اینه که عرصه عمل آیا واقعا آیت الله خامنه ای برخلاف این جوی که ساخته شد تو کانتکست موضوع اگه نگاه بکنیم که در نشست با خانواده قاسم سلیمانی بود و در تکریم شخصیت زن و نقش ارزشمندش در زناشویی آیا واقعا این نوعی مگالومنیا بود؟ من معتقدم نه، این نبود. حالا صرف نظر از اون مثال هایی که کارشناس فرمودن، ببینید مگالومنیا اگر قرار باشه خود بزرگبینی خود برگزیده‌بینی اگر قرار باشه موضوعیت پیدا کنه در فرد باید حلول پیدا کنه، بریم به سمت یک سالاری از جنس حکومت پهلوی که صراحتا بعد از تأسیس حزب جمهوری گفتن یا عضو حزب شد یا بریم از این مملکت بیرون. اما شما نگاه میکنید آیت الله خامنه‌ای رو داریم در اتاق قضاوت میکنیم که همین دو سه هفته پیش در اتاق انتخابات سخنرانی کردن و تاکید بر مشارکت مردم داشتن و بارها صراحتا گفتن که حتی اگر من خامنه‌ای رو قبول ندارید کشور برای کشور خودتون در انتخابات مشارکت کنید. خب این در تباین با اینکه بخوام مثلا این فلتات لسانی رو نوعی مگالومنیا یا همون خود بزرگبینی یا خود برگزیده‌بینی تلقی کنیم و من معتقدم که اونو بعد در چارچوب مکاشفات شهودی که رواج داره در تفکر تصوف و تشیع در ایران که بعضا شیخ اشراق سرآمد اون بود و در تفکر عرفانی شیعه یک سبک و سنتی، البته از آیت الله خامنه‌ای تلقی و توقع میرفت که در بیان این مسئله یک مقدار رعایت کلامی میکرد با توجه به اون اعتبار سخنرانی. هر دوی مهمانای ما به نظر میرسه که خب برداشتشون این هست که ممکنه این یک لغزش زبانی باشه که در حالی که به هر حال خب خود آقای خامنه‌ای اونجا به روشنی میگه که چه اتفاقی افتاد و چه گذشته. اما حتی اگر بگیریم که او معتقد به این مسئله بوده، در مواردی که شما اشاره کردید یا آقای سجادی هم اشاره کردن که برای افرادی ممکنه این مسائل شهودی اتفاق بیفته، وقتی شما در مقام رهبری یک مملکت قرار میگیرید، اگر چنین برداشتی وجود داشته باشه اون وقت میتونه اون خطرناک باشه. اگه بگیم بایزید بسطامی چنین برداشتی داشت، او در مقامی نبوده که برای دقیقاً من همینجا من با آقای سجادی مخالفم، به خاطری که خیلی فرق میکنه که مولوی این حرفو بزنه، حلاج این حرفو بزنه، چه میدونم ابو سعید ابوالخیر این حرفو بزنه با یه حاکم سیاسی، به خاطر اینکه حلاج و نمیدونم شیخ اشراق این حرفا که حکومت دستشون نیست، جان مردم دستشون نیست. به همون مورد مشخصی که آقای سجادی اشاره کردن درباره انتخابات، دقیقاً نقطه مخالفشه. آقای خامنه‌ای میگه، به زبان میگه که همه بیان رأی بدن، ولی در عمل یه نظارت استصوابی درست میکنه که یه بخش بزرگی از شهروندان ایران رو از بیان کردن نظرشون و موضعشون منع میکنه. آقای خامنه‌ای از زمانی که احمدی نژاد شده رئیس جمهور برای دور اول، روز به روز تمام روزنه‌های مشارکت مردمی رو مسدود کرده و صدای سیاسی مردم ایران رو برده به سمت صدای خودش. یا با من موافق باشید یا تو این بازی نیستید، یا مثل من فکر کنید یا اصلا مردم حساب نمیشید. این بازیه، این تعارفه که شما بگید حتی اگر با من موافق، اگر آقای خامنه‌ای واقعا اعتقاد داره که حتی اگر کسی با من علی خامنه‌ای مخالفه بیاد در این انتخابات شرکت کنه، اولین کاری که شما باید بکنید باید آقای جنتی رو حذف کنید، باید شورای نگهبان رو جمع کنید، باید نظارت استصوابی رو ملغا کنید. این چه شیوه‌ای که شما توی مملکت هر کسی رو به هر بهانه‌ای رد صلاحیت می‌کنید و کسی نمی‌تونه مشارکت کنه؟ آقا ما هنوز در مملکتی زندگی می‌کنیم که نخست وزیر زمان آقای خمینی تو هسته، بدون محاکمه، هستی که غیر قانونیه بر اساس همینه. چرا ایشون تو هسته؟ به خاطر که آقای خمینی نمی‌خواد ایشون باشه. در صحبت فرعونیت ببینید، در قرآن میگه استخف قومه فاتاو، تو سر مردم میزد، اینا رو خفیف میکرد، اینا رو خار میکرد که حرفشو اطاعت کنن. کاری که آقای خامنه‌ای در این 30 سال کرده همینه، تو سر مردم زده. شما یک رسانه مستقل دارید، فرهنگ ما، سیاست ما، اقتصاد ما، همه چیز نابود شده زیر این تک صدایی آقای خامنه‌ای. و الان مسئله این نیست که شما به زبان بگی من خدا، خیلی ها به زبان نمیگن من خدام، ما ها به زبان نمیگیم خداییم، ولی صبح تا شب ادعای خدایی میکنیم. خطر این نیست که آقای خامنه‌ای یه چیزی از دهانش بپره، به قول شما فلتات لسانی باشه.
خطر اینه که 30 خورده سال شیوه زمامداری آقای خامنه‌ای روز به روز بیشتر منجر شده به یه چیزی که کشور شده یه نظام سر تا پا تک صدایی و خودکامه. آقای سجادی پاسخ شما رو. بله، اولا ایشون بیرون از کانتکست اون صحبتی که موضوع این برنامه است صحبت می‌کنم. بله، اگر بخوایم عملکرد و مدیریت آقای خامنه‌ای رو بحث کنیم، حالا من معذرم اونم موضوعم بحث کنم مشکلی ندارم، اما اینکه با این جمله بخوایم داوری کنیم، چون بحث موضوع شما همین مسئله بود که این جمله در فضای مجازی دامن زننده به شایعه‌ای شده، من کار به خودم که اگر در همون چارچوب فلاتات زبانی ببینیم، ایشون اساسا شخصیتا نه ایشون نه آیت الله خمینی اون شخصیت فلواقع مگالومنیان نشون، کما اینکه آقای محتشمی وزیر کشور فقید و اسبق دوران آیت الله خمینی بود که وقتی رد صلاحیت نهضت آزادی رو برد به ایشون و آیت الله خمینی گفت و علتش هم گفت ایشون چون شما رو قبول ندارن، خب مرحوم هم صراحتا گفتن که خب قبول نداشته باشن مگر من اصول دین هستم. همین مثلا در انتخابات ببینید این ما بخوایم شورای نگهبان و عمل کردش بر زیر سوال قابل قبول میشه و انتقاد کرد، اما اینکه قانون یک کشور رو ما بخوایم مصادره به مطلوب کنیم که نباشه، چون ما به نوع دیگه میخوایم ببینیم به هر 45 سال از انقلاب گذشته ما بیش از 38 تا انتخابات داشتیم که کم و زیاد مردم در این انتخابات با همین شورای نگهبان و همین حوزه عملکردی در حوزه رهبری امام خمینی و آیت الله خامنه ای مشارکت داشتن. میریم تو بحث انتخابات، ولی به هر حال یه مقدار کلی تر اگه نگاه بکنیم، نگرانی ها همین هست که این نگاه خود با خدا یکی شدن و وحدتی به این شکل پیدا کردنه که ممکنه تصمیماتی در اون گرفته بشه که اون وقت خود رو حق مطلق ببینه. آیا این نگرانی وجود داره از نظر شما آقای سجادی؟ عرض کردم اینی که شما بفرمایید، عرض کردم مسبوق مسابقه است تحت عنوان مگالومنیایی که شاه بهش مبتلا بود و حتی CIA صراحتا در گزارش محرمانش ابراز نگرانی کرده بود، اما بر اساس اون سیلابس‌های این بیماری مگالومنیا من تصور نمی‌کنم آیت الله خامنه‌ای رو بتونیم در اون کانتکست قرار بدیم که مبتلا به یک در واقع اختلال روانی خود برگزیده بینی شده باشه، در عین حال که در تفوق عالیه قدرت نظامی و سیاسی مملکت است، اما علی‌رغم این من ندیدم در عملکرد ایشون که بخوام مگالومنیا یا خودبرگزیدگی رو به ایشون اطلاق کنم. از نظر شما فکر می‌کنید؟ نه، من مخالفم، به خاطری که ببینید وقتی شما در از خود بزرگبینی و از نخوت و از خوی استکبار صحبت می‌کنید، یه چیزی نیست که کاملا ابطال ناپذیر باشه و اصلا به هیچ شیوه‌ای نشه نشونش داد. ببینید آدم‌ها خلق و خو دارن، رفتار دارن، تصمیم‌های سیاسی می‌گیرن و مجموع تصمیم‌های سیاسی آقای خامنه‌ای حکایت نمی‌کنه که ایشون سیاستمدار فروتن متواضعی است که قائل به حقوق شهروندی برابر همه آدم‌ها باشه. درباره آقای خمینی هم صادقه. آقای خمینی رفتاری که با ملی‌ها کرد، با نهضت آزادی کرد، اصلا اون واکنشی که اینا رو در حد ارتداد اومد کشون به کجا بود؟ به یه دلیل خیلی ساده بود. این نبود که اینا یه اختلاف نظر، اینا در برابر رأی آقای خمینی ایستاده بودن. این یعنی چی؟ یعنی استبداد دیگه. شاه خودم که نداره استبداد. در کجای دنیا یه حاکم سیاسی اگه شما خلاف نظرش فکر کنی، حرف بزنی، انتقاد کنی، یا جانت از دست میدی، یا مالت از دست میدی، یا موقعیت و امکانات شهروندیت از دست میدی؟ در این مملکت داره اتفاق میفته، روز به روز اتفاق میفته. فقط مسئله انتخابات نیست، در این هیچ تردیدی نیست که شما در این مملکت، آقای خامنه‌ای اصلا به زبان خودش در روز 23 تیر اینو اذعان کرد وقتی میگفت حتی اگه عکس منو پاره کردن شما چیزی نگید. یعنی چی؟ یعنی به صرف اینی که عکس منو پاره کردن یه عده رفتن این کارا رو کردن. خب یه نظامی اینو فراهم کرده دیگه. اجازه بدید که اجازه اون نظام متکی به آقای خامنه‌ای. وقت زیادی نداریم. آقای سجادی پاسخش رو خیلی سریع بشنویم. آقای سجادی خواهش می‌کنم خیلی سریع. ببینید دوست عزیزم، یه سری مثال‌های تاریخی میارن که چندان موضوعیت نداره یا صحت نداره. برخوردی که در ابتدای انقلاب با نهضت آزادی شد، خب این همون نهضت آزادی بود که مرحوم ابراهیم یزدی مورد وثوق امام بود، منتها بعد از اینکه نهضت تو ماجرای جنگ از طریق ارگانشون یه سری مطالبی منتشر کردن که عقبه جبهه رو در واقع تحت شعار قرار میداد سیستم با عملکرد نهضت آزادی و ملی مذهبیون برخورد، که در این حال که اینا مورد وثوق سیستم بودن تا جایی که دولت موقت تشکیل میده، اما عملکردها منجر به واکنش ها شد. اینجور نبود که صرف حضور مثلا آقای صحابی یا مثلا دیگران مورد خصومت آقایون باشه، عملکردها منجر به برخوردهای انقباضی شد. صحبتتون تمام شد. ممنونم ازتون آقای سجادی، ممنونم داریوش سجادی تحلیلگر سیاسی و اینجا در استودیو داریوش محمدپور پژوهشگر علوم سیاسی با ما.